پگاه بنی هاشمی حقوقدان از کالیفرنیا با ما همراه شده. خانم بنی هاشمی، چرا نگاه حکومت به مسائل زنان اینقدر امنیتیه و کمترین فعالیت برابری خواهانه رو تحمل نمی کنه؟ درود به شما و بینندگانتون. در یک کلام ساده بخوام بگم، به خاطر اینکه موانعی که بر سر راه زنان ایرانی در جامعه جمهوری اسلامی ایجاد میشه، در حقیقت عقب نگه داشتن نیمی از جمعیت ایران هست که این عقب نگه داشتن زنان موجب ناکارآمدی بخش دیگری از جمعیت هم میشه، به این دلیل که برخلاف تصوری که ممکنه اینطور تصور بشه که اگر زنان یک جامعه عقب نگه داشته بشه و موانعی بر سر راه اونها باشه، مردان اون جامعه میتونن بیشتر پیشرفت بکنن و راه‌های مسیرهای موفقیت رو طی بکنن بدون اینکه رقبای زن داشته باشن. این درست نیست. در جوامع مدرن و جوامعی که تونستن پیشرفتی حاصل بشه، زنان و مردان اون جامعه در کنار همدیگه توانستن به یک موفقیت نسبی در سطح جامعه برسن و سلامت و استاندارد سلامت روان اون کشور رو بالاتر ببرن. خانم بنی هاشمی، حسن روحانی با وعده بهبود وضعیت زنان رأی دست کم بخشی از زنان رو جلب کرد. وضعیت زنان رو در دوره او چطور تحلیل میکنید؟ دولت آقای روحانی در ابتدا خیز بسیار خوبی در این ارتباط برداشت، از جمله به این که مثلا معاونت حقوقیش رو خانمی انتخاب کرد، پیشنویس‌ها و لوایح قوانین که مربوط به حمایت زنان بود رو در نظر گرفتن، ولی اون بخش سنتی که همچنان مایل نیست که در این رابطه هیچ گونه تغییری رو نمیپذیره، عملاً در عمل موجب شد که ما با تغییر خاصی در این زمینه مواجه نباشیم. شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد، فقط بتونیم به موضوع مسئله تابعیت از طرف مادران ایرانی به وقتی که پدر غیر ایرانی هست رو بهش اشاره کنیم، اما در بقیه لوایح مثلا حداقل سن ازدواج برای کودکان، همون کودک همسری بگن، یا مسائلی در ارتباط با مسائل حقوق خانواده که امروز واقعا دغدغه بیشتر افراد جامعه ایران هست، در این ارتباط هیچ گونه تغییر خاصی ما باهاش مواجه نشدیم. خانم بنی هاشمی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به قوانینی که در ایران وجود داره، چقدر این قوانین مانع پیشرفت و در حقیقت رسیدن به مطالبات زنانه؟ ببینید، قانونگذار در هر جامعه ای نقش تغییر اساسی رو به عهده داره و نقش تربیتی میتونه به عهده داشته باشه. در کنار تغییر قوانین و به اصطلاح آموزش های مناسب، بستر جامعه برای تغییرات اساسی آماده میشه. اما در کنار اون، به هر حال باید این رو در نظر داشته باشیم که جامعه ایران یک خواستگاه مردسالارانه و خواستگاه نگاه سنتی و عرفی که نسبت به زن داره اصولا نگاه مساوی نیست. اما اگر قانون تغییر بکنه، به طور قطع میتونه تغییرات بسیار مهمی در سطح جامعه اتفاق بیفته. الان ما میبینیم که در بسیاری از جوامع قانون همسو با نیاز جامعه حرکت میکنه، اما در ایران متاسفانه قانونگذار همیشه پله ها عقبتر از بستر جامعه هست. پس نیازی که در سطح جامعه الان امروز دیده میشه، قانونگذار صدها قدم از اون عقبتر هستش. ممنونم. پگاه بنی هاشمی حقوقدان از کالیفرنیا با ما همراه بودید.